امروز انشالله قرار هست در مورد سه تا از مفاهیم بسیار مهم در بحث یادگیری ماشین و آموزش عمیق دیپ لرنینگ نورال نتورک تو اینها خلاصه سه تا مفهوم خیلی مهم که اینها رو بالاخره باید بدونید تا بتونید به درستی از الگوریتم هایی که وجود داره استفاده بکنید. اما اینها میخوایم صحبت کنیم. مورد اول کراس والیدیشن هست که شماره یک، شماره دو رگولاریزیشن هست و روش های دو تا روش خیلی مرسومش رو اشاره خواهم کرد و در انتها در مورد یک ماتریسی به نام کانفیوژن ماتریکس صحبت خواهیم کرد که یک جور به شما قدرت میده که از جواب هایی که به دست میارید و بتونید راجبش حرف بزنید و تحلیل راه بدید راجب این که یک روش مثلا کلاسیفیکیشنی که شما استفاده کردید چقدر بهتر از اون یکی روش کلاسیفیکیشن دیگری که حالا هرچی هست، چون اینا رو هم مقایسه بتونید انجام بدید. اولین موضوع کراس والیدیشن است. اسمش رو اول دقت کنیم. والیدیشن برای اینی که بتونیم ما مقایسه کنیم. فارسی اگه بخوایم ترجمه کنیم صحت سنجی مثلا میشه گفت اسمش رو. من در مورد والیدیشن و وریفیکیشن و تفاوت اینا با هم دیگه قبلا ویدیو ضبط کردم در بحث CFT و مواصلات داری. کراس والیدیشن یعنی من بتوانم داده هامو به صورت ضربدری، ترجمه خیلی تحت لفظی اگه بخوام بکنم، صحت سنجی کنم کاری که انجام دادم به واسطه یادگیری ماشین. و اصولا یکی از پایه و اساس یادگیری ماشین تو این هستش که من از نوع سوپروایزد لرنینگ دارم عرض میکنم، این هستش که من بتونم بیام داده هامو به دو قسمت دستبندی کنم. یکی ترینینگ دیتا باشن که به کمک اونا مدل خودم رو آموزش بدهم، تربیت بدهم، و بعد تستینگ دیتا، داده های دیگری که برای والیدیشن یا برای ایوالویشن اون مدلی که بر اساس ترینینگ دیتا پرزنت شده استفاده میشه. این خیلی کار مرسومی است که ما داریم انجام میدیم. مثلا از 100 تا داده ای که دارم 70 تاشو استفاده میکنم که مدل خودم رو پرزنت کنم، اون 30 تای ماورقی رو برای تست کردن و بررسی اون مدلی که دارم استفاده میکنم. همون مدل رو اون 30 تا اعمال میکنم، جواباش هم مشخصه. ما سوپروایزد لرنینگ داریم کار میکنیم و میدونیم که این جوابش چی باید باشه و جوابایی که مدل من میداره با جوابایی که بوده مقایسه میکنم. اینجا میتونم یک کراس والیدیشن انجام بدم. اما اینجا دو تا سوال پیش میاد و دقیقا میشه گفت، حالا اینو دوستان من پیشنهاد میکنم که این مطالبی که من لابلای ویدیو میگم شما ویدیو رو پست کنید حتما و سعی کنید قبل از اینکه من جواب رو بدم خودتون یک راه حلی براش پیدا بکنید. نکته اولی که اینجا هست اینه که خب وقتی من میخوام یک تعدادی رو انتخاب کنم و یک تعداد دیگری رو جدا کنم اینا رو از هم دیگه، سوال این هست که اگر اون مدلی که من دارم ارائه میدم با توجه به داده های اولیه من بسیار عالی فیت بشه به اونا، اصلا بهترین شکل ممکن به اون 70 تایی که استفاده کردم فیت بشه، حالا لزومن اگر اون 30 تای بعدی رو به عنوان ورودی به مدل بدهم لزومن جواب دقیقی تولید میکنه؟ سوال بزرگ اینجاست. و آیا درسته که من بیام تمام سرمایه و وقت و انرژی خودم رو در بحث آموزش ماشین و اون پرزنت کردن مدل اختصاص بدم به اون داده های ترینینگ و دقیق به اونا فیت بکنم و وقتی داده های جدید وارد میکنم چی میشه؟ مطمئنن که چون به اونها فیت شده وقتی داده جدید وارد میشه لزوما به این معنا نیستش که جواب های همچنان دقیقی بتونه تولید بکنه. و این راه حلش چیه؟ راه حلش کراس والیدیشن است. حالا سوال بعدی که اینجا مطرح میشه، یعنی دقیقا من دنبال این هستم که بتوانم برای همه داده های خودم به شکل یکسان مدل خوبی ارائه بدم، نه لزوما صرفا با اونهایی که ترینینگ هستن. نکته دومی که مطرح میشه اینه که خب در برخی از الگوریتم های آموزش ماشین مثل اتفاقا رگولاریزیشن که من در ادامه راجع بهش صحبت خواهم کرد، ما یه پارامتر مبهم داریم، یه چیزی مثل لمدا اینجا داریم که اینو من نمیدونم مقدارش چیه. راه من چی کار باید بکنم؟ چطوری باید این پارامترهای مبهم رو شناسایی کنم؟ فرمول خاصی هم برش وجود نداره، شانسیه مثلا دستی همینجوری بزرخ. این باز هم پاسخ سوال کراس والیدیشن هست که من این رو در ادامه انشاءالله بیشتر راجع بهش صحبت میکنم که مثلا این لاندا رو شما وقتی میخواین حساب کنید به کمک کراس والیدیشن چجوری میتونید این کار بکنید. اما دوتا سوال دیگه اینجا مطرح میشه. خب حالا به هر دلیلی فرض کنید من اصلا کار ندارم که این
فرآیند کراس والیدیشن برای چی داره انجام میشه. میخوام یه پارامتر مجهولی حساب کنم، یا میخوام همون نکته‌ای که عرض کردم از همه داده ها استفاده کنم و اینا. من قرار هست یک سری داده هایی که جدا میکنم داده های ثابتی نباشه. بحث ما این بود، فقط صرفا از 70 تا مشخص استفاده نکنم برای اینکه یه کار خاصی انجام بدم، بلکه بتونم این رو به صورت متغیر قرار بدم. و همین باعث میشه که اتفاقا زمان محاسباتی کراس والیدیشن افزایش پیدا بکنه. دو تا سوال اینجا مطرح میشه. سوال اول اینه که من خب چند تا از اینا رو جدا کنم؟ یعنی مثلا آیا لزوما از 100 تا من 30 تاشو به عنوان تست، نه چند درصد بره تو تست، چند درصد بره تو ترینینگ؟ من میتونم مثلا 10 تاشو بذارم اینجا، 90 تاشو بذارم، 20 تاشو بذارم، 80 تاشو بذارم. سوال دومی هم که مطرح میشه، حالا فرض کنیم قبول کردیم که 20 تاشو به عنوان تست استفاده کنیم، 80 تاشو برای ترین کردم، اینه که من چجوری اصلا اینا رو انتخاب کنم؟ یعنی شانسیه مثلا یا همون 10 تای اول رو انتخاب کنم، بعد 90 تای بعدی به ترتیب مثلا حروف الفبا، مثلا اگه اسامی خاصی حروف الفبا است، یه منطق خاصی وجود داره؟ این دوتا سوال بعد پس دوتا الان من اینجا موضوع متفاوت عرض کردم. یکی اینکه اصلا هدف ما از کراس والیدیشن چیه، این بحث اینکه بتونیم از همه داده ها استفاده کنیم و در نهایت یک اوریجی به دست بیاریم، نه صرفا از یه تعداد خاصی. و نکته دوم اینکه پارامترهای مجهول مثلا رو حساب کنیم که من در ادامه صحبت خواهم کرد. و دو تا ابهام دیگه الان داریم اینجا که من چند قسمت یعنی اون داده های تست من چند درصد کل داده ها باشه و اینکه چه جوری انتخاب بشه، شانسی است، رندوم ولا. پس برمیگردیم به داستان پارتیشنینگ، یعنی من دارم سعی میکنم داده های خودم رو پارتیشن بندی بکنم، به 10 مثلا 10 قسمت تقسیم بکنم، هر یکی از اینها رو به عنوان تست استفاده کنم، 9 تای مابقی رو به عنوان ترینینگ استفاده بکنم. حالا بهش میگن این سامپل اوت اف سامپل. این کاری که الان من انجام میدم فقط دارم اوت اف سامپل مود سامپل مدلینگ انجام میدم با این داستانی که است. این اسامی اجازه ندید شما رو بترسونه چندین بار. خب بریم سراغ این داستان کاربردهاش عرض کردم اینجا چی. خب حالا بریم سراغ سوال اول، این که من چند درصد داده ها رو به عنوان ترینینگ و چند درصد به عنوان تستینگ، که بهش میگن کافولد لرنینگ اکسپریانس. یعنی کافولد یعنی پوشه، فولدر که میگن و اینا، کافول یعنی من به کا بخش تقسیم بکنم. خیلی چیز کلی است، یعنی شما بگید آقا چیکار کنم، یه ولو بر چند تا دوست داشتی تقسیم کن. ولی از بین اینا شاید مرسوم ترینش 10 تا است، یعنی 1/10 منظور هستش، یعنی به 10 بخش تقسیم بکنم، یک بخش رو برای تستینگ بذارم کنار، 9 تای مابقی رو برای مودی پرزنت کردن مدلم استفاده کنم. فور فولد هم استفاده میشه که به 25% 75% درصد استفاده میشه. حتی شما میتونید از یه وان فولد استفاده کنید، یعنی یک دونه فقط 99 تای ما بقی این طرف، یه دونه این طرف. سوال بعدی هم اینه که ما اینو چطوری میتونیم مثلا انتخاب کنیم، یعنی به هر حالتهای مختلف میشه اینا رو انتخاب کرد دیگه. من اگه شما بگم مثلا 10 تا از 100 تا رو انتخاب کنید، شما به چندین حالت میتونید انتخاب بکنید. سوال بعدی ما این هستش که اینجا اتفاقی کانسپتی مطرح میشه به نام اگزاستیو و نان اگزاستیو. اسامی رو فراموش کنید. به وقتی این هستش که من میام همه حالت‌های ممکن رو میسنجم که بگویم همه حالت‌هایی که میشه این فولد‌ها رو ایجاد کرد و من امتحان کنم، و خب این بهش میگن اگزاستیو. و یک حالت دیگه که نان اگزاستیو هست که برخی از این حالت‌ها رو میام مثلا اولی‌ها رو انتخاب می‌کنم، یا مثلا 10 تیکش میکنم، تیکه اولو یک بار به عنوان تستینگ میذارم کنار، نقطه‌های بعدی رو استفاده میکنم، بعد دومین رو به عنوان تست استفاده میکنم، اولی و هشتای بعدی رو برای ترینینگ استفاده میکنم، همینجور برید جلو دیگه. آخری هم میشه، آخرین کیسمون هم میشه که آخری رو به عنوان تستینگ استفاده کنم، نقطه‌های ما قبلش رو به عنوان. هر کدوم از اینا یک اسکوری میگیره، یک با توجه به مین اسکور ارورز که در قسمت های قبل هم داشتیم یه اسکوری دریافت میکنن، یا اینکه اصلا میتونید بیاید به صورت تصادفی انتخاب بکنید اینها رو. یعنی اون داده هایی که داریش میگن مونت کارلو، روش مونت کارلو در کراس والیدیشن این هستش که این فولدایی که داریم انتخاب میکنیم مثلا تصادفی انتخاب بکنید. و خلاصه این کلیت کراس والیدیشن هست که به عنوان یک ابزار استفاده میشه برای اینکه مثلا یک پارامتر مجهولی رو در یک الگوریتم یادگیری ماشین بتونید شما مقدارش رو محاسبه کنید. خب زمان محاسباتی خیلی بالایی هم داره دیگه، طبعاً شما باید مثلا 10 تیک انجام تحت تیکش میکنید، 10 بار این پروسه رو تکرار کنید، مثلا ضرایب وزنی رو
به دست بیارید میانگینشون استفاده کنید. در این حالت شما دقیقا پخش کردید اطلاعات رو همه داده ها و از روابط بین اینها استفاده کردید برای اینکه تا حد امکان داده دقیقی رو بتونید و مدل دقیقی رو بتونید به داده هاتون فیت بکنید. خب بریم سراغ روش مفهوم دوم که رگولاریزیشن هست. رگولاریزیشن برمیگرده به همون ایراد خیلی جدی که در بحث یادگیری ماشین همیشه دغدغه ما هست و اون هم بحث یه ترید آف هست که من اگر داده های خودم رو با کمترین بایاس، مدلم رو به داده ها با کمترین بایاس فیت بکنم، در اون صورت داده های جدیدی که اضافه میشه واریانس بالایی خواهند داشت و یک بدبستانی شکل خواهد گرفت بین بایاس و واریانس و شما بایاس رو یک مقدار قربانی میکنید برای اینکه واریانس داده هاتون کاهش پیدا کنید. من اینو در قسمت مربوط به رگرسیون اولش بیشتر کامل تر توضیح دادم. پس دیگه فرض اینه که حالا یه خلاصه البته عرض کردم ولی بیشتر به اونجا مراجعه بکنید. خب خیلی هم زمان مصاحبه کمتری داره. خب مزیت روش رگولاریزیشن همین هست که جلوی اوورفیتینگ رو میگیره. بهش میگفتیم اوورفیتینگ که مدل من به اون داده های من خیلی دقیق فیت بشه، بایاس نداشته باشه، ولی وقتی یه داده جدیدی اضافه میشه بهش این دفعه اون داده من واریانس پیدا کنه، فاصله پیدا کنه از اون مدلی که هست، یا اون داده های اولیه من بیش از اندازه بهش توجه بیش از اندازه اون داده های اولیه بشه، نویزهایی که در اونها هستن به بهترین شکل در مدل من دخالت کنن. به جای اینکه روندها رو بررسی کنم به مقادیر تک تک داده های اولیه و توجه کنم که اینا همه در مفهوم ترید آف و بایاس و واریانس و این مواردی که قبلا و اوورفیتینگ قبلا بهش پرداخت. بخاطر همین من دنبال این هستم که لانگ ترم پردیکشن انجام بدم، یعنی اگر داده های جدیدی هم به مثلی من اضافه شدن در دراز مدت در نگاه دور نگرتر باشم تا این صرفا داده هایی که الان دارم رو نگاه نکنم، بلکه بگم بالاخره داده های دیگه هم در آینده نزدیک قراره به این مدل تزریق بشه، خب سعی کنم جوری مدلم رو بدم که اون داده هایی که در آینده خواهند اومد هم جواب‌های منطقی و واریانس کمتری در حد داشته باشن و اوورفیتینگ رو جلوشو بگیرن. مثلا فرض کنید این داده‌هایی که اینجا ملاحظه می‌کنید، من این سه تا داده‌ای که حالا خیلی بزرگتر کشیدم استفاده بکنم از این سه تا برای اینکه مدل خودم رو ترین بکنم و یک خطی مثلا رگرسیون استفاده می‌کنم، لینیر رگرسیون، یه چیزی بهش فیت بکنم. این خطی که اینجا ملاحظه می‌کنید که شیب خیلی بالایی داره ایجاد میشه. بعد در صورتی که داده های واقعی من اگر نگاه بکنیم و من بخوام یه خطی بهش فیت بکنم، خط دوم شیب کمتری داره، یعنی آن مدلی که من به کمک آن سه نقطه محاسبه کردم میزان حساسیت محور عمودی که حالا هر چی میتونه باشه نسبت به تغییرات محور افقی که ورودی مثلا است خیلی بیشتر نشون میده. میدونید که هر چقدر شیب یه خط بیشتر باشه یعنی یه تغییر کوچک رو محور افقی سبب ایجاد یک تغییر خیلی بزرگ در نتایج روی برد تابه خواهد شد. دامنه تابه اگه تغییرات کوچیکی بکنه، برد تابه خیلی تغییرات بزرگی داره اگه شیب تابه بزرگتر باشه. بعد از این خطی که به کمک ترین آموزش داده شده به دست اومده داره میگوید که نت محور عمودی شما، خروجی مسئله شما خیلی حساسه به ورودیه، با یه تغییر کوچیک کلی تغییر میکنه، در حالی که داده های واقعی من چنین حساسیت بالایی رو نشون نمیده. این ایراد الان اینجا ببین، برای اینکه این جلوی قضیه رو بگیریم باید سیستم رو رگوله کنیم، رگولاریزیشن روی تنظیمش بکنیم، یعنی این پیچه رو بگیریم این استوپر یکم بیاریمش پایین‌تر. مثبت منفی هم فرق نمی‌کنه، یعنی ما داخل دارم میگم میزان حساسیت خروجی به ورودی میتونه شیب سعودی باشه، میتونه نوزبن با قدر مطلقش الان کار دارم، اینکه حالا این چقدر زیاد میشه چقدر کم میشه مهم نیست، مهم اینه که وقتی من اینو تغییر میدم این مقدار قابل توجهی در خروجی من تغییر ایجاد میشه اگه شیب خط بزرگ باشه. حالا اصلا پس من اومدم یک روش لیست اسکوار هم فرض کنیم شما بلدید که اصلا رگرشن رو میدونید چیه، که من چطوری میتونم به کمک این سه تا نقطه خطی با روش حداقل مربعات فیت بکنم. ولی مشکل من اینه که این در لانگ ترم پردیکشن من دچار مشکل میشم و این اتفاقی میفته که اینجا ملاحظه میکنید، ولی داده های جدیدی وارد بشه خب خیلی فاصله واریانس خیلی زیادی پیدا میکنه، فاصله اش تا اون خط خیلی بیشتر میشه. در اون صورت باید بحث اسلوپ رو اشاره کردم، چون وقتی ما خط فیت میکنیم خاطرتون هست دو تا متغیر رو باید، حالا میتونه خطش چند متغیر مالتیپل رگرشن هم باشه، دو دسته ما پارامتر داریم، یکی عرض از مبدا یا وای اینترسپت میگفتیم بهش که این نماینده مقادیر میانگین داده های من، من با اون کاری ندارم، اون چیزی که روند تغییرات من رو به من میده شیب خطی است که
در مسئله من هست. حالا این شیب من میتونه اگر مسئله من معمولی باشه یه دونه شیب باشه، اگه چند تا باشه چند تا دبلیو باشه، مثل چیزی که در نورال نتورک مراجعه کنین هست. و اگر شما مثلا این نورال نتورکی داشتید که ترین کردید و مسئله رو حل کردید، ضرایبی که ضرایب وزنی که به دست آوردید خیلی مقادیر بزرگی شد، اصطلاحا اورفلو کرد، مقادیر اکسپلود شد، منفجر شد، در اون صورت شما همین مشکلی رو که اینجا براتون پیش اومده، فقط من توضیح دادم اونجا براتون پیش اومده و شیب این خطی که میبینید خیلی مقدار بزرگی شده و حساسیت خروجی به ورودی خیلی بیشتر از اون چیزی که هست در داخل مدل شما رخنه کرده. خب اصلا چیکار کنیم؟ سوال اینه که پاسخ چیست؟ چیکار؟ چطوری باید همزمان با اینکه اون مقادیر اسکوارت ارور رو، رزیجوال ها، مربعات باقی مانده ها رو مینیمم میکنیم، همزمان زمان اجازه ندیم که این شیب این خط من خیلی مقدار بزرگی باشه و این شیب خطر هم کاهشش بدیم. حالا من در مورد قدر مطلقش دارم صحبت میکنم دیگه، چه نزولی خیلی شدید باشه چه سودی خیلی شدید باشه. در حالتی که این خط من کاملا شیبش افقی باشه، در اون صورت یعنی خروجی من هیچ تأثیری از ورودی نمیپذیرد، ولی من هر بلایی سرین بیارم خروجی من تغییر نمیکنه، یه نواخت داده های من یونیفرم ثابت متغیر نیست. ولی خب ما دنبال این هستیم که جلوی این خط هایی که خیلی شیب بال بزرگی هستن و باعث ایجاد اوورفلو میشن، اکسپلود شدن نمیدونم ضرایب وزنی من میشن رو بگیریم، که مخصوصا اتفاقا در بحث نورال نتورک یا آموزش عمیق که تعداد لایه ها خیلی زیاده، نود هایی که تو شبکه هست خیلی زیاده. خب در این حالت مدل شما میتونه به صورت بسیار دقیقی فیت بشه روی داده هایی که برای ترینینگ استفاده شده و این اصلا چیز خوبی نیست. در نتیجه اونجا من در ویدیویی که پای اکسل ضبط کردم مت رگولاریزیشن اونجا اتفاقا انجام دادم عملا و میتونید به اونجا هم مراجعه بکنید. خب چیکار باید بکنیم؟ حالا من مشکل متوجه شدیم چی هست، دنبال راه حل هستیم که یک جوری جلوی این اوورفیتینگ رو بگیریم. و اگر یه وقتی بی خود و بی جهت من به اون سه تا نقطه اولی هم اعتماد بیش از حد کردم و یک چنین خطی باشی به بزرگ به دست اومد، چگونه میتونم حساسیت خروجی به ورودی خودم رو کاهش بدم، این ضرایب رو کاهش بدم؟ برمیگرده به کاست فانکشن که ما در بحث لیست اسکوار کاست فانکشن یا لاست فانکشن داشتیم که اونو مینیمایز میکردیم. حالا با هر روشی میتونه باشه، مثل برای مثال gradient descent رو خب من مثال حل کردم ازش و میگفتیم sum of squared residuals یعنی مجموع مربعات باقی مانده ها رو مینیمایز میکردیم. اینجا میاییم یک جمله اضافه میکنیم، یعنی آن چیزی که در پروسه محاسبه ضرایب در رگرسیون مینیموم میشه sum of squared residual نیست، بلکه اون به علاوه یه چیزیست که به اون یه چیزی میگیم پنالتی، جریمه. یعنی من دارم میام کاست فانکشن خودم رو جریمه میکنم، یه چیزی بهش اضافه میکنم برای اینکه یک خطایی ازش سرجن. پنالتی تو محوطه جریمه که میگیرم برای چی پنالتی میگیرم؟ برای اینکه اون که بازیکن دیگه خطا نکنه، اونجا حواسش بیشتر جمع کنه. ما برای اینکه این روشمون دوچار خطا نشه، یک خطامون هم اوورفیتینگ هست تو همین مواردی که عرض کردم، یک جمله پنالتی به مسئله تزریق میکنیم که میگویم کاست فانکشن من اون به علاوه یه چیز جدیده. این اولی همون چیزیست که در روش لیست سکوارز ازش استفاده میکردیم. این دومی وظیفهش اینه که جلوی همون بحث بایاس و ترید آفی که اشاره کردن و اونو جلوشو بگیره و این بحث داده های جدیدی که به مسئله تزریق میشه واریانس خیلی بالایی نداشته باشن و بایاس ایجاد کنیم. مثلا بحث ما این بود که ما یه مقدار خودمون بایاس به مسئله میدیم که واریانسمون رو کاهش بدیم. این وظیفه‌ش اینه که بایاس یه مقدار به سیستم اعمال بکنه تا اون اتفاقی گفتم نیفت. خب پنالتی رو پس متوجه شد داستانش چی هست. حالا سوال اینه که پنالتی، حالا قبول ما فهمیدیم کانسپت ما اینه که یه پنالتی رو اضافه کنیم به کاست فانکشنمون، حالا سوال اینه که این پنالتی چی باید باشه. خب من نگاه میکنم یه ضریبی که باید در یه چیزی باشه. حالا اون ضریبه رو من کار ندارم که چه جوری به دست میاد، که این ضریبه قرار شد به کمک کراس والیدیشن به دست بیاریم. ولی حالا هر اگه صفر بذارم این یه جور پیچ تنظیمه دیگه، اگه صفرش بذارم انگاری که رگولاریزیشن انجام ندادم اصلا و در اون صورت مشکل اوورفیتینگ خواهیم داشت، هم مثلا اون چیزی که بحث کردم. و اگه لامدا رو خیلی خیلی مقدار زیادی بذارم، در اون صورت این جمله اصلی من اصلا تحت شعاع قرار میگیره، اصلا اهمیتش کم میشه و اون وقت اندرفیتینگ خواهم داشت دیگه شورش هم نباید در بیاریم. یعنی داده من درسته نمیخوام خیلی دقیق بشه دیگه، قرار نمیخوام دیگه خیلی پرت و پلا بشه. در نتیجه این لامدا نکته‌ای که داره این هستش که واقعا یک تعاملی است بین اوورفیتینگ و اندرفیتینگ، نقطه اون وسط ها هست که به کمک کراس والیدیشن به دست میاد که من در ادامه راجع بهش صحبت خواهم کرد.
اما سوال اینه که این لاندا به چی باید ضرب بشه؟ این دایره‌ای که من توش هاشور زدم یک بلک باکسه که من در اینجا دو تا روش مرسوم در رگولاریزیشن اشاره کردم. یکی اسامی خیلی ترسناک و ایناست، اصلا اجازه ندید اسامی شما ریج رگرشن میگیم بهش، که یا با نرم دوم من در ویدیوی مربوط به مبانی یادگیری ماشین یا در درس محاسبات ادبی در مورد اصلا مفهوم نرم صحبت کردم و تو نرم اونجا معرفی کردم برای یه نرم اوگریدوسی بهش میگفتیم و پایینی هم که نرم یک هست که اینم حالا برگردید اونجا به نظرم نگاه کنید خیلی از پایه و از ریشه تدریس کردم. حالا اینکه چرا به این میگن L1 به خاطر اینکه با قدر مطلق رابطه داره و چرا به این میگن L2 چون با توان 2 رابطه داره. و اسامی یکم لسو هست، لسو رگرشن و ریجرن. من اون فرایند رگرسیونی که دارم دیگه لیست اسکوار نیست، چون اگر این به تنهایی باشه دیگه لیست، یعنی حداقل مربعات دیگه، در صورتی که این حداقل مربعات نیست، حداقل مربعات به علاوه یه پنالتیه. در نتیجه این نمیتونم به این بگم لیست اسکوئرز هست، باید بیام اینجا بگم این چیه، ریج رگرشنه. حالا به شرطی که اون چیزی که داخل این دایره هاشور خورده اینجا لاندا بهش ضرب شده مجموع توان دوی اسلوپ ها باشه. توان دو میذاریم به خاطر اینکه اصلا برای ما اهمیت نداره که این شدیداً صعودی باشه یا شدیداً نزولی باشه، مهم اینه که بیش از حد نباید روند تغییرات شدیداً یا صعودی یا نزولی باشه، بلکه اون چیزی که واقعا هست باید ایجاد بشه. فقط هم توان دو میذاریم که این علامت رو از بین ببریم. اون سامیشنی هم که قبل اسلوپ آوردن برای حالتی است که مولتیپل رگرشن باشه، یعنی یه دونه ضرایب به وزنی نداشته باشیم، بلکه مثلا دقیقاً همون حالتی که توی دیپ لرنینگ ما داریم. من پای اکسل اگر نگاه بکنم، حالا گهگاه اینو تقسیم بر میانگین تعدادشون هم میکنن، که حالا تعدادشون هم میانگینشون رو در حد انتخاب میکنن که من حالا اینجا ننوشتم، گهگاه تقسیم بر میانگین و ضرب در یک دومش هست و همه اینا برمیگرده به این لاندا دیگه، یعنی زیاد فرقی نمیکنه اینکه حالا شما چیکار کنین برای این لاندا عوض میشه، ولی اون مغز و اسارش توان دوی شیب اون خطی است که در حقیقت شما دارید فیت میکنه. اینو مینیمای کانسپت خیلی ساده است، یعنی شما میگویید من نمیخوام مقدار شیب خط، گفتم عرض از مبدا مهم نیست، شیب خط نباید خیلی مقدار زیادی باشه. خب شما میاید توان دوش رو به کاست فانکشن اضافه میکنید به عنوان پنالتی و اونم مینیمایز میکنید، میگید علاوه بر این که باید حداقل مربعات داشته باشیم، باید اون مقدار ضرایب من همزمان با هم همه این مجموعه پکیج با هم دیگه باید مینیمم باشه. در اصل اجازه نخواهید داد که خطهای بی خودی با شیب بسیار بزرگ یا با شیب بسیار کم ایجاد بشه، یا اینکه اصلا بیاید قدر مطلقش رو استفاده کنید. اینا میارم بشه دیگه، چون من با مقدارش کار دارم، میخوام علامت رو از بازی حذف کنم. این دو جور میتونم میکار کنم، یا به توان دو برسونم یا از قدر مطلقش استفاده کنم، که به دومی میگن لسو رگرشن، در اولی میگن ریج رگرشن. که حالا اتفاقا مزیت دومی نسبت به اولی این هستش که دومی ممکنه باعث بشه که بعضی از این پارامترها صفر بشن، اما تو اولی هیچگاه صفر نمیشن. حالا در ادامه راجع به صحبت خواهم کرد. زمان مواصلاتی خاصی هم نداره همونجوری که میبینید، یعنی به راحتی شما کافیه فقط توی جمله لاست فانکشنتون یا کاست فانکشنتون اینم اضافه کنم. پا اکسل من این کار کردم، هیچی واقعا نکته خاصی نداره و در آن صورت میاد توان دوی ضرایب وزنیتون رو به دست بیارید، حالا مثلا تقسیم بر تعداد بکنید یا نکنید و اینا، خلاص اینو مینیمومش کنید. همین واقعا با کمترین زمان محاسباتی این امکان رو به شما میده که جلوی اوورت اعتماد بیش از حد به داده های ترینینگ که ممکنه باعث ایجاد شیب بسیار بزرگ یا بسیار کم بشه از مسئلهتون هست کن. سوال بعدی اینجا اینه که من این لاندا رو باید چجوری حساب بکنم. من پاسخ رو در ابتدا عرض کردم که من که کراس والیدیشن باید این کار بکنم. من یه نمونه این پایین واسهتون نوشتم، یه الگوریتمش رو تقریبا اشاره کردم. فرض کنید که من یه تعداد داده دارم، چه میدونم مثلا 100 تا داده دارم، بعد یه تعدادی رو به عنوان تستینگ میذارم کنارم، با این قسمت شبان کار ندارم. الان سوال من اینه، در اینجا عرض کردم که کراس والیدیشن دو تا استفاده میشه، دو جا استفاده، یه جایی که پارامتر مجهولی باشه، من الان در مورد اون دارم صحبت میکنم. مثلا 20% رو گذاشتم کنار و 80%ش رو برای ترینینگ استفاده کردم. حالا در این فرایند ترین کردن میخوام رگولاریزیشن رو هم پیاده کنم. سوال من اینه که این 80 تا داده که من اینجا دارم رو چه لاندایی براش استفاده کنم. فاین، بیام حالا اینجا خیلی اتفاقا جذاب ها، در داخل خود این 80 تا اون خود اون 80 تا رو به 10 قسمت تقسیم میکنم
کافو از 10 فولد در حقیقت دارم استفاده میکنم و از این 10 تایی که تو اون 8 ده درصدی که تو اون 80 درصد اولی هم بوده، من مثلا فرض کن 100 تا داده بوده، من 20 تاشو گذاشتم کنار برای تستینگ، 80 تاش مونده. خود این 80 تا رو به 10 قسمت تقسیم میکنم، 80 80 80، و بعد از این فرایند کراس ولیدیشنی که در داخل این 80 تا داده هست استفاده میکنم تا لندا رو به دست بیارم. حالا چطوری؟ من جانب این تستینگ من بوده که رفته کنار، این قسمت ترینینگ یا این 80 تاست که به 10 قسمت تقسیم شده، هر کدوم از اینا مثلا 8 تا برای مثال در داخلش داده وجود داره. یک بار میام از اولی به عنوان تستینگ استفاده دارم، فقط در داخل خود فرایند تربیت ترینینگ یه بار دیگه دارم ترینینگ تستینگ انجام میدم به صورت تو در تو، و یک مثلا این اولی رو یک بار به عنوان تستینگ استفاده میکنم، اون مابقی داده هایی که هست، اون نقطه های مابقی که در داخل این ترینینگ هستن اونو به عنوان ترینینگ استفاده، یه لاندا رو یه چیزی فرض میکنم. پس قدم اول اینکه لاندا رو یه چیزی میگیرید، خود لاندا رو گسسته میکنید در حقیقت، مثلا یک دهم تغییر میدید لاندا رو، لاندا مثلا من یک دهم اینجا گرفتم، و بعد میایید برای لاندا یک دهم با اون نقطه دیگه فرایند رگولاریزیشن انجام میدید، مسئله رو حل میکنید، مدلتون رو فیت میکنید و از اون یک دونه استفاده میکنید تا ایوالوییت کنید، یه اسکوری در نهایت به دست میاد. دفعه دوم همچنان با لاندا یک دهم، این دفعه از دومی به عنوان تستینگ دارم کراس ولیدیشن انجام میدم. اونجوری که میبینید این کار رو که هم میکنم کراس ولیدیشن هست، خیلی هم زمان محاسباتی داره. میبینید فقط برای یه لاندا شما باید هر کدوم از این 10 تا رو به عنوان تستینگ بگیرید یک بار و 10 تا اسکور به دست بیارید. یادآور دیگه فرایند لاندا یک دهم رو با 10 بار تکرار کنید که تو این 10 بار یکی از داده های شما به عنوان تستینگ، نقطه دیگه به عنوان ترینینگ هست و میانگین اسکوراشو بده. مثلا هر این اسکور شده 6 دهم، یکی 5 دهم، یکی 1 دهم فلان، اینا رو میانگینش یه عددی میشه. میگید با لاندای 1 دهم وقتی من کراس ولیدیشن انجام دادم میانگین اسکوری که به دست اومد مثلا شد 6 دهم مثلا، یه عددی حالا میشه. بعد دفعه لاندا رو میکنید 2 دهم، دوباره همین پروسه تکرار میشه. 10 تا چیز جهت محاسبه، اسکور محاسبه میشه و هم جمع تقسیم بر تعداد یه اسکور دیگه به دست میاد. 2 دهم اسکور اینجا میان نوشتن جمعش تقسیم بر 10 دیگه، مثلا 10 تا تعداد. همین کارو مثلا تا 1 انجام میدید، 1 دهم میرید جلو، نگاه میکنین اسکور شما روندش چجوری است. حالتی رو طبیعتا انتخاب میکنید که بهترین عمل کرد رو داشته باشه. لاندای مثلا 2 دهم مشاهده کردید که بهترین حالت بوده و از همون استفاده میکنید. این یک نوع استفاده از روش کراس ولیدیشن برای محاسبه یک پارامتر مجهول است. خب بریم سراغ بعضی وقتا ممکنه داده های من به صورت گسسته باشه، یعنی 0 و 1 باشه، چه می‌دونم مثلا فلان چیز را بخورد فلان چیز را نخورد، در مورد اینها قبلا صحبت کردیم. و داده ها مثلا خروجی شما به این شکل هست، دو تا میانگین ایجاد میشه، یک سری اینجا یک سری اینجا، یه میانگین اینجاست که من با عینشون دادم و میانگین داده های سری بالاتر رو هم نسبت به پایینی سنجیدم که با دلتا، یعنی دلتا اختلاف میانگین دو تا داده ایست که در این دو تا دیسکریت ورودی من گسسته است. در این حالت تابعی که در رگرسیون من اشاره کردم، این اتفاقا مقدار تابعی که به این فیت میشه هست مقدار این A به علاوه یک حالا ضریبی از اختلاف بین این دو تا، که اون اختلاف دقت کنین ورودی من هست دیگه، این دایره ای که من اینجا کشیدم بود. مثلا اگه 0 و 1 باشه، در از من اگه این دایره رو به جاش 0 بذارم مقدار A رو به هم میده، یعنی برای 0 این 1 همین مقدار متوسط اینا رو خواهد داد، و اگه 1 بذارم این دایره من 1 باشه، این دلتا اختلاف بین دوتا داده ها بود، این A مقدار این رقم همون بالایی رو به من میده، و یا مقدار اختلاف داده ها به A اضافه میشه اگه این 1 باشه، به همین مقدار متوسط بالا رو به من میده. خیلی اصلا چیز پیچیده ای نیست، خیلی ساده است. سوال اینه که من همین دایره ای که توش هاشور زدم رو چی انتخاب کنم تو این کیس این دفعه، یعنی اون مقدار سام اف اسکورز هایی که خب دارم که مشخصه، یعنی من مقدار هر کدوم از اینا رو فاصله شو تا اون مقدار متوسط به عنوان رزیدوال انتخاب میکنم، به توان 2 میرسونم جمع. این کانسپت کاملا شبیه قبله، ولی سوال اینه که اون پنالتی که باید بروش اعمال بکنم تا رگوله بشه لاندا برابر چیه؟ خب که جواب همون دلتا به توان 2 هست دیگه. دقت کن اینجا اصلا من چیزی که تو اینجا قرار دادم یک جوری نماینده اسلوپ به توان 2 بود دیگه، اینم همونه. حالا به شما بگن شیب این خط چیه، این که پارامتر محور افقی من، این دایره محور افقیه، اینم محور خروجی، اینم که
عرض از مبدأ من کاری بهش ندارم. شیب من در واقع همین دلتا است تو اینجا. مثلا اگر بخوام از همین کپی پیست کنم، ریجرگرشن رو برای داده های گسسته پیاده کنم، به جای اینکه اسلوپ خط به توان 2 رو برسونم تو کیس قبل، اینجا باید دلتا به توان 2 رو بذارم. مثلا اگه دقت کنید دلتا چقدر کوچیک‌تر باشه، حساسیت خروجی من به محور افقی کم میشه. یعنی فرض کنید که این دلتای من به جای اینکه اون چیزی باشه که من کشیدم اینجا باشه. دقیقاً مشابه میمونه که این شیب خط من افقی باشه. چون اگر من تغییر بدم این محور افقی رو بین 0 و 1، تفاوت چندانی جوابهای من ایجاد نمیشه. در نتیجه اگر من رگرسیونی که بر اساس لیست اسکور انجام بدم شبیه همین دایش خطی که میبینید خیلی شیب بالایی داشته باشه، در آن صورت این اختلاف بین اینها بیش از حد زیاد میشه و خیلی نت خروجی من وابسته به این میشه که 0 باشه یا 1 باشه. دقیقاً مثل همین خطی که اینجا میبینید و با این کاری که من میکنم جلوی این قضیه رو میگیرم تو مسئله و بقیه توضیحات دیگه شبیه به هم هست. در مورد اینکه باید عرض از مبدأ رو کاری بهش نداشته باشید هم که صحبت کردیم، به فراموش نکنید که داده ها به صورت استاندارد باشه. من این رو قبلا هم راجع بهش صحبت کردم که استانداردایز و انجام بدید، استاندارد دیویشن تقسیم بکنید که استاندارد دیویشن داده ها 1 بشه در حقیقت. و یه کاربرد دیگه اش هم جاییه که داده ها کم باشه، پرندر رگولاریزیشن جاییه که وقتی مثلا یه دونه نقطه داشته باشم و الان نمیتونم مثلا حل کنم، هم از این میشه استفاده کرد. دیگه نکته بعدی بود که لاسو سلکتس وریبلز گفته میشه، یعنی این دومی مزیتش نسبت به اولی این هستش که پارامترها رو میتونه صفر کنه واقعا و با صفر بشه، اما تو اولی هیچ وقت صفر نمیشه، ممکنه کوچیک به دست بیاد ولی صفر نمیشه. اما دوباره به خاطر این بعضی از وریبل ها رو سلکت میکنه، بقیه رو صفر میکنه، اینا رو انتخاب میکنه، این باعث میشه که هم نتیجه سیمپل باشه، ساده تر باشه، سیمپلیسیتی داشته باشه، هم پردیکتیبلیتی داشته باشه، شما بتونید تفسیر کنید کدوم صفر شد کدوم صفر نشد. و البته یک روش سومی هم هست که میگیم الاستیک نت که ترکیبی از این دوتا هست، یعنی یه لاندا نیست بلکه یه لاندا یکی از اولی علاوه لاندا دوی از دومی است که این دفعه شما باید دو تا ضریب رو پیدا بکنید. این هم روشی است که ولی بیشتر از اینا مرسوم ترین هر جفت این البته من دیدم توی کاربردهای مختلف استفاده میشه. بریم سراغ کانسپت سوم که کانفیوژن ماتریکس هست. خب کراس والیدیشن یک ابزار بود برای اینکه به ما کمک کنه که مثلا یه مجهولی رو تو مسئله به دست بیاریم. رگولاریزیشن هم که یکی از دغدغه‌های اصلی ما در بحث یادگیری ماشین یا آموزش عمیق رو برطرف می‌کرد و اونم اوورفیتینگ. اما در کانفیوژن ماتریکس برمیگرده به این کانسپت که حالا فرض کنید که من یه الگوریتم یادگیری ماشینی دارم که کاتگوریکاله، یعنی دسته‌بندی می‌کنه. من چطوری میتوانم الگوریتم های مختلفی که از این تیپ هستن رو با هم مقایسه کنم؟ مثلا ممکنه یکی بیاد از رندوم فورست استفاده بکنه برای اینکه دسته‌بندی کنه، ساپورت وکتور ماشین استفاده کنه، به هر حال کلاسیفیکیشن انجام میدیم. خروجی من برای مثلا فرض کنید این که مسابقه برگزار بشود نشود، برای مثال این چند تا مدل من بالاخره مدل های دوتا مدل مختلفه دیگه، با دوتا روش مختلف ارائه شده. لاجستیک رگرشن ممکن یکی بیاد استفاده کنه و ببینیم ما بالاخره چند تا از اینا رو درست پیش بینی کردیم. وقتی میخوایم روی تستینگ دیتا پیاده سازی بکنیم مدلی که ارائه دادیم رو، اونجا ببینیم که بالاخره تستینگ دیتا مشخصه که برچسب داره دیگه، سوپروایزد لرنینگ هست. ببینیم که چطوری میتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. این یه داستانه، یه روش اینه که خیلی ابتدا بیان نگاه کنیم چند تاش درسته چند تاش غلطه، ولی برای اینکه ما بتونیم موشکافانه تر در این مورد صحبت کنیم و اطلاعات کاملتری از نتایج داستان بگیریم، از یک ماتریسی استفاده میکنیم به نام confusion matrix. یه بار دیگه خود همین cross validation یک جور ابزار اولیه است برای اینکه من بتونم مثلا پارامترهای ورودی رو محاسبه کنم. regularization یک چیزی است که در واسطه حل استفاده میشه برای اینکه من بتونم مدلمو به درستی فیت بکنم، و confusion matrix برای کاربردهای کاتگوریکال و کلاسیفیکیشن در خروجیه. یعنی پس از اینکه مدل من بسته شد تموم شد، حالا من میخوام بیام ایوالویشن انجام بدم، میام اون ماتریس رو تشکیل میدم. برای حالتهایی است که متریکه دیگه، یک جور سنجه است برای اینکه من بتوانم داده هامو بررسی بکنم و راجبشون صحبت کنم، بگم این داده های من بدین شکل. حالا متوجه خواهید شد منظورم چی است. فرض کنید که کاربردم تو جاهایی است که من نتونم از مین اسکوئرد ارور استفاده بکنم. خب من وقتی کاتگوریکال باشه 0 و 1 دیگه، اینجا خب چیکار باید بکنم؟ که در اینجا برمیگردیم به همین داستانی که یک
ماتریسی تشکیل بشه. خب من اول مثال ساده میزنم و بعد میرم سراغ یکم مثال پیچیده‌تر. اول فرض کنید که مثال خیلی معروفی که ایمیل های اسپم هست رو من راجبش صحبت کردم در قسمت های قبل، باید تشخیص بدیم که با هر چه هر مدلی اصلا نایب بیس کلاسیفایر استفاده کردید شما. من کار ندارم چه مدلی. به هر صورت این مدل شما گفته که یک سری پردیکتد داریم اینجا و یک سری هم ریل داریم. مثلا میگوییم که فرض کنید که یک در هارینگ والویشن هستم و داده های تستم رو الان در اختیار دارم، میدونم که این چیزی که اینجا هست اسپم بوده، ولی آیا مدلی که من پیشنهاد دادم اون اسپم پیش بینی کرده یا نه نورمال یعنی عادی پیش بینی؟ چهار حالت بیشتر نمیشه دیگه. اینکه این محور عمودی من اون پردیکتد ها هستن، محور ستون های من در حقیقت اونهای ریل ها هستن، یعنی نورمال بوده و نورمال پیش بینی شده. چهار حالت میشه دیگه، اسپم بوده ولی نورمال پیش بینی شده، نورمال بوده ولی اسپم پیش بینی شده، اسپم بوده ولی اسپم و اسپم پیش بینی شده. حالا به این اولی میگن ترو پازیتیو، چون نورمال چیز خوبه دیگه، پازیتیوه، کمیت مثبت، و ترو یعنی به درستی تونستم یک کلاسیفیکیشن مثبت انجام، مثلا درمان بشه بیماری درمان نشه بیماری، برای مثال مسابقه فوتبال برگزار بشه نشه، مثال هایی که در سایر ویدیوها زدم اشاره میکنم. پس من درستم این تعداد مثلا 100 تا داده داشتم، 30 تاشو برای تست دارم استفاده میکنم، از این 30 تا یه تعدادیش معمولی بوده، چون من از نوع سوپروایز هستم میدونم از این 30 تا چند تاش اسپمه چند تاش نرماله، و از این 30 تا مثلا چه میدونم 20-10 تاشو مثلا نرمال بوده و من تونستم به درستی اونها رو تشخیص بدم که نرماله. یه تعداد دیگه مثلا 5 تاش نرمال بوده ولی من به اشتباه اسپم تشخیص دادم، و یه عددهایی تو این جدول قرار میگیره، تعداد عیسه عددهایی نوشته میشه تو این ماتریس، بهم میگن confusion matrix. شما میتونید داده هاتون رو در حقیقت دیتا ماینینگ دارید، میدونید داده هاتون رو میشه کافید، تحلیل میکنید راجبش، همینجور کلی فلهی بحث نمیکنید راجبش. حالا همین در حالت بیشتر هم میدونید 3 تا حالا این دفعه باشه، یعنی مولتی تارگت باشه که اسم مولتی کلاسیفیکیشن باشه. در اون حالت خب میگویی شما مثلا فوتبال برگزار بشود نشود و یه نیم ساعت بعد یه چایی بخوری و بعد برگزار بشود، برای مثال. خب این که دیگه مشخصه اینا فقط پردیکشن ها هستن، اینها ریل ها هستن. اینکه مثلا برگزار بشه و شما درستی تونستی پیش بینی کنی که برگزار بشه، و یا مثلا دومی اگه عناصر روی قطرش رو نگاه بکنید، یک ماتریس 3 در 3 میشه دیگه، عناصر روی لولاش رو نگاه بکنید، اینکه برگزار نشه و شما درست پیش بینی کردید که برگزار نشه، و سومی که چای بخورید برگزار بشه، شما پیش بینی کردید که بعد یه چای بخورید و بعد برگزار بشه. بحث هواشناسی و اینا بود مثالی که من دادم، و سایر حالت دیگه حالتهای مختلف میتونه باشه دیگه. یعنی اون چیزی که شما پیش بینی کردید این بوده که مثلا برگزار نشه، در صورتی که برگزار شده بوده اون داده‌ای که به عنوان تستینگ استفاده میشه، و حالتهای دیگه هم خودتون به عنوان تمرین بگید. چهار حالت اینجا مطرح میشه. من در این مورد مثال میزنم، در امتحان به اون هم اشاره میکنم. یه بار اینه که ستونی داده هاتون رو مقایسه کنید، یه بار اینه که سطری مقایسه کنید. ستونی رایج تره، چون در نهایت میخوام به ریل بپردازم دیگه، یعنی میخوام ببینم که این چیزیه که در واقعیت ایجاد شده، اسمم واقعا اسمم بوده یا نبود. در اینجا میام نگاه میکنم، میگم اون تعدادی که درست پیش بینی شده است ترو پوزتیو به مجموع عناصری که روی یک ستون هستن تقسیمش میکنم. حالا اگر اینجوری باشه، اینی که 1-1 رو به مجموع 1-1-2-1 و 3-1 تقسیم میکنم، به میگن سنسیتیویتی. اسامی اجازه ندید بترسونید شما. سنسیتیویتی مجموع به نسبت ترو پازیتیو ها که این هست الان برای مثال، تقسیم بر ترو پازیتیو که اینجا هست، به علاوه فالس نگاتیو، این دوتا هستش تقسیم. مثلا چه من اینجا 5 تا است، اینجا 10 تا است، 5 و 10 رو جمع میکنم میشه 15، 5 تقسیم بر 15 یه عددی میشه، یه کتابی تن بین 0 و 1 دیگه. و اگر در حد سه بودی باشه، 1-1 رو تقسیم میکنم به مجموع 1-1-2-1 و 3. یه ستون دیگه ای هم طبیعتاً اونجا هست که ترو نگاتیو ها هستن، یعنی اون مقادیری که درست پیش بینی شده ولی عدم برگزاری به درستی پیش بینی شده. یعنی من فله ای نگاه نمی کنم، میگم داده های این پردیکشنی که من کلاسیفیکیشنی که انجام دادم چقدر از اینها به درستی تونه برگزار شدن رو بهتر تونسته پیش بینی کنه یا برگزار نشدن رو بهتر تونسته پیش بینی کنه. درنش میام اینجا ترو نگاتیو رو قرار میدم، اینجا مخرج میشه ترو نگاتیو، همچنان ستونی است، علاوه بر فالس پوزتیو، فالس پوزتیو.
یه عددی میشه دیگه. حالا به حالا در حالت سه بعدی اگر نگاه بکنید، خب من قرار شد که فعلا اینو که در قسمت قبل حساب کردم، این ماتریس 3:2 که اینجا باقی میمونه، در واقع من دوتای بالاش رو اینجوری فرفری کردم، این 2:2 که اینجا هست و هاشور کج زدم. اسپسیفیسیتی رو اگه من بخوام حساب بکنم برای یک چینا، این که روشن تکلیفش روشن آسون بود، این یکی رو هم حساب کنم، اینی که هاشور کج زدم، یعنی داده هایی که اینجا هستن رو باید تقسیم کنم به مجموع اعدادی که توی این کوچولو هستن، علاوه این فرفری که بالا هست. فقط مخرج کسب میشه مجموع همه این داده هایی که اینجا هستن دیگه، هاشور کج با فرفری تو مخرج میشه همش. و صورت بعد اینو قرار بدم، شما شبیه همین رو دیگه میتونید برای همه موارد دیگه هم اشاره بکنید، به همین داستان رو دارید جلو. پس این میشه ستونی، یعنی من دارم ستونی نگاه میکنم. دو حالت دیگه هم هست که حالا یا میشه بخواه چهار حالت، ولی از بین این چهارتا دوتای بیشتر، دوتا positive predictive value و negative predictive value بیشتر استفاده میشه. این طبعه افقیه، خیلی ساده است. یعنی میگن شما میگوید با توجه به prediction، بخاطر میگن predictivity مسئله چقدره، positive predictive. در اینجا من اگه افقی برم پازیتیوه، اگه اینجا برم نگاتیوه دیگه. نه اینکه من میام مقدار این درال عددی که اینجا هست رو تقسیم میکنم به مجموع این دوتا، میشه پازیتیو پردیکتیو ولیو. و همچنین در پایینی اگر این ترو نگاتیو رو تقسیم کنم به مجموع اینها میشه نگاتیو پردیکتیو ولیو. حالا میتونم اینو تقسیم کنم به مجموع این دوتا، میشه فالس پازیتیو ریت، false positive rate. یعنی که چقدر این ریتش، نرخ اشتباه کردن در تشخیص مثبت ها چقدر بوده. و همونجوری که حدس زدید میتونم این عدد رو به مجموع این دوتا تقسیم کنم سطری، که میشه false negative rate. خب اینجا این داستانیست که برای خیلی ساده است، یعنی شما کافیه فقط مدلتون که فیت شد اینا رو استخراج بکنید از مسئلتون که چند تا بالاخره چجوری بوده، و چهار تا ضرب تقسیم ساده بکنید و sensitivity, specificity و به این precision هم گهگاه گفته میشه، و precision مسئله که PPV و NPV هست رو negative predictive value رو بدست. اما یه نکته دیگه هم اینجا قبل از اینکه داستان به انتها برسه هست، و اونم بحث، چون وقتی من دارم classification انجام میدم یک معیار دارم، یک threshold دارم. مثلا تو logistic regression اگر مثال بزنم، ما میگفتیم اگه از نیم بزرگتر شد مثلا جزء دسته سمت راسته، اگه از نیم کوچیک‌تر بود جزء دسته سمت چپه. بهش میشم میگفتیم decision rule، یعنی من بالاخره باید یک جوری تصمیم بگیرم که این جزء کدوم دسته است، و یک قاعده، یک قانون نیاز دارم برای اینکه بگویم حالا این رفت اینور، این رفت کلاسیفای بکنم، کاتگوریشو مشخص کنم. سوال اینه که بعضی وقتا هست، خب شما می‌خواید این مقدار محافظه‌کار عمل کنید، چیکار باید بکنید؟ یعنی مثلا در مورد بحث کرونا ممکنه باشه، یعنی داده‌های شما میخواید ببینید یک شخصی آیا به کرونا مبتلا هست یا نیست، با توجه به یه سری داده هایی که من کاری به اون داده های ورودی ندارم. خوشا میاد اگه از 50% بیشتر شد هست، اما احتمال لاجستیک ریگرشن رو دارم الان مثال میذارم، و اگه از زیر نیم به دست اومد نیست. ولی خب این خیلی یکیه، این که یک شخصی به انشالله که همه شفا پیدا کنم، اگه کسی عزیز از دست رفته هم داره، خداوند رو داره میبینه این ویدیو رو به خاطر هر دلیلی، حالا از مخصوصا به خاطر کرونا، خداوند رحمتش کنه و همه عزیزانتون رو حفظ کنه براتون. ولی اگه خب به کرونا مبتلا بشه، خب خیلی بدتره دیگه. من شما باید اینو بر محافظه کار عمل، کانزرواتیو باید عمل کنم. در چه میام اون معیار 50% رو یه مقدار میارم پایین، میگم حتی اگه 40% به بالا شد هم شما بگو که مبتلا به کرونا هست، این گزینه، برای اینکه این وقت باید دست بالا بگیریم. اگه خیلی بخوام دیگه احتیاط کنم، میگم از 10% به بالا شد شما بگو هست، برای اینکه جای ریسک برای قضیه باقی نمونه. این داستانی که الان من دارم مطرح میکنم، سوال اینه که پس این بالاخره این معیار چقدر باید باشه؟ من این معیار میتونم تغییر بدم دیگه، و خب تغییرش میدم به یک دو تا کمیت به نام ROC و AUC رو حساب میکنم. اسامی خیلی ترسناکه، اصلا هیچ چی نیست، الان من بگم میگید خب چرا ساده بود اصلا. و با توجه به این قضاوت میکنم، نگاه کن اینجا میام محور معیار ترشولدمو پس دارم تغییر میدم، و بحث میکنم ببینم که چطوری میشه دیگه. روش های مختلفی که دارم، مثلا یه روش لاجستیک ریگرشن دارم مثلا، و یک روش نایو بیس کلاسیفایر دارم، و من میخوام اینا رو با هم مقایسه کنم با دو تا روش مختلف رو. یه روش این بود که این کارو بکنیم، طبیعتاً بیاین سنسیتیویتی حساب کنیم، اسپسیفیسیتی حساب کنیم و الی آخر. یه بحث رو ترشولد داره بحث میکنه، میگوید که شما بیا ترشولد های مختلف
ترشولد های مختلف رو انتخاب کن. یک بار مثلا یه بار 50%، 60%، 70%، 20% در این بالا پایین بکن. و برای روشی که داری جدا جدا همین ماتریس کانفیوژن ماتریس رو حساب بکن و سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتیش رو حساب بکن. بیایی محور رسم بکن. ببینید محور عمودی من همین اولی میشه، سنسیتیویتی میشه یا ترو پوزیتیو ریت. ترو پوزیتیو ریت، چون دارم ترو پوزیتیو رو حساب میکنم دیگه، ترو پوزیتیو ریت رو بذارم تو محور عمودی. محور افقی یک منهای اسپسیفیسیتی باشه. یک منهای این اگر بشه، خب بنویسید یک منهای این، مخرج مشترک بگیرید، این میاد بالا، این ترو نگاتیو با هم خب ساده میشن، میشه فال به صورت کسر به جای اینکه ترو نگاتیو باشه فالس پوزیتیو باشه. در اون صورت میشه فالس پوزیتیو ریت. فالس پوزیتیو ریت. پس چی شد؟ قرار شد که ما بیایم دو تا روش داریم، میخوایم نگاه کنیم ببینیم کدوم اینا بهتره. بیایم برای هر کدوم از اینها معیارهای دیسیژن رول متفاوتی رو اعمال کنیم. یک دام، دو دام، سه دام، هر چی. و برای هر کدوم از اینها یه دونه از اون ماتریسای کانفیوژن تشکیل بدیم و این دوتا رو به دست بیاریم و بعد یک منهای اسپسیفیتی رو بذاریم توی محور افقی، یه نقطه میشه. برای هر کدوم از این ترشولدها یه نقطه میشه. و بعد همین تکرار کنیم. مثلا این ترشولد این بالایی مثلا لاجستیک رگرشنه، این کرو پایینی برای نایو بیس کلاسیفایر. و میام برای بالایی این برای ترشولد مثلا چه میدونم 9 مثلا هر چی 8 هر چی همینجوری تغییر بدید، پایینی هم برای ترشولدهای مختلف. نگاه کنید ببینید کدوم اینا بهتره. حالا خودتون چی فکر می‌کنید؟ میدونید ویدیو رو پوز کنید فکر کنید بگید الان من دو تا روش باشه بیام این کاری که گفتم با ترشولدها رو عوض کنم، ماتریس رو تشکیل بدم برای هر کدوم، و اگه 10 برای این 10 برای این تغییر بدم و 20 این ماتریس رو تشکیل بدم، 10 برای لاندار برای لاجستیک رگرشن تغییر بدم، 10 برای نایو بیس کلاسیفایر، و بعد اینها رو رسم بکنم. و خب بعد به نظر شما کدوم بهتره؟ دقت کنید که نیم سازم اونجا هست، نیم ساز ناحیه اول جایی است که هر چقدر بالا بره. سوال اینجوری میشه که هر چقدر بیشتر باشه بهتره، چقدر پایینتره؟ اون کرو شما هر چقدر بالاتر باشه روش بهتره، یا هر چقدر کرو پایینتر باشه و نزدیکتر به چسبیده به نیم ساز باشه بهتره؟ خب هر چقدر بیشتر باشه بهتره دیگه. چون دقت کنید یک منهای اسپسیفیک دقت محور فالس پوزیتیو ریت، محور عمودی ترو پوزیتیو ریت. تنج هر چقدر این بالاتر باشه، یعنی به ازای فالس پوزیتیو ریت مشخص شما ترو پوزیتیو ریت بیشتری داشتید، مقدار نرخ دقت تشخیص مقادیر مثبت بیشتر بوده، در نتیجه خب بهتر خواهد. و همین میگه آروسی کرو یه منحنیه، 10 مثلا ترشولد شما برای این عوض میشه، 10 برای این نقاط به دست میاد و هم متصل میشه. حالا برای اینکه یکم ساده تر بشه، خب چون تصویری و ایناست دیگه، ما که حالا شکلی که نمیتونیم، شکلی زیاد به درد ما نمیخوره، من یه عدد میخوام در نهایت بگم آقا این فلان قد، این بهمان قد، حالا پس این از این چون بیشتره بهتر. پیشنهاد شما چیه برای اینکه من این شکل رو تبدیلش کنم به عدد، یک عددی که معنا داشته باشه، به جای اینکه خود منحنی رو پرزنت کنم چیه منحنی رو پرزنت کنم که من در نهایت بگم لاجستیک رگرشن این شد مثلا 10 مثلا یکی شد 5 مثال دارم میگم. خب کدوم بهتره؟ اونی که بیشتره. خب مساحت زیر منحنی رو طبیعتا، مساحت زیر اون منحنی ها رو بهش میگن area under curve، این یه عدد میشه. در اون صورت شما پس برای هر دو تا روش این منحنی رسم میکنید، مساحت زیرش رو به دست میارید و در نهایت یک عدد پرزنت میکنید در خروجی. اونی که عدد بالاتری داشته باشه در حقیقت روش مناسب تری هست.